در این مورد مهران براتی با ماست، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین در آلمان. آقای براتی، خوانش شما از شرایط چه هست؟ فکر میکنید که مردم خواسته اصلیشون چی الان؟ معمولا وقتی چنین فاجعه‌ای رو میده، مسئولین این فاجعه بلافاصله از شغلشون برکنار میشن یا کنار میرن، حتی چون ابعاد فاجعه بزرگ هست، رئیس دولت، رئیس جمهور بایستی که در این مقام کنار بره و تغییراتی در کل سیستم سیاسی به وجود بیاد در شرایط چنین بحرانی که شکلی از فروپاشی سیاسی نظام رو داره. این طور نیست که بلافاصله یک معذرت خواهی بکنن و مسئله کنار برن، و این کافی نیست برای مردم. و همین دلیل هم فکر میکنم چون دولت اصلا جز معذرت خواهی گامی در جهت تغییر سیاست و روشش نسبت به مردم ایران، نسبت به معترضین، نسبت به حقوق مدنی، نسبت به حقوق سیاسی و اجتماعی نشون نمیده و میخواد روال کنونی رو ادامه بده، و همین دلیل هم فکر میکنم این اعتراضات ادامه پیدا خواهند کرد. یک عملا مقایسه‌ای بین مسئولان ایرانی و مثلا مسئولان کانادایی که تعدادی از شهروندانشون در این حادثه جانشون رو از دست دادن شکل گرفته، بیشتر در شبکه‌های اجتماعی و عملا مردم هم دارن اون رو می‌بینن. چرا فکر می‌کنید باید انتظار داشت که مسئولان در ایران همانطور رفتار بکنن که در کشورهای دیگه دیده میشه، با توجه به این که مثلا در اعتراض‌های آبان ماه اکثر خبرگزاری‌ها اعداد و ارقام متفاوتی از تعداد کشته شده‌های آبان اعلام کردن، اما همچنان مسئولان در ایران خودداری میکنن از اینکه بگن در اون اتفاقات چند نفر کشته شدن؟ چرا فکر میکنین که باید فکر میکنین از طرف مردم آیا این روشن هست براشون که نمیتونن اون انتظاری رو که از مثلا در یک شرایط خاص در کشور دیگه ای دارن در ایران داشته باشن؟ ما یه تسلسلی در حرکات اعتراضی مردم میبینیم از اون بهار 88، دی ماه 96، آبان ماه الان، و این تظاهرات. یه تسلسلی در این رفتار عمومی اعتراضی مردم وجود داره که نشان میدن که وضع کنونی رو دیگر تحمل نمی کنن. خب معمولا وقتی یک نظامی به دلایل گوناگون، حالا به طور مثال به دلایل تحریم‌های بسیار سختی که متوجه شده، نمیتونه انتظارات مردم رو برآورده کنه، شروع به عکس‌العمل‌های متناسب سیاسی انجام میده، تغییراتی در ابعاد سیاسی به وجود میاره، به بخشی از انتظارات مردم جواب میده. به طور مثال شروع میکنه حتی دست عده ای از اصلاح طلبان درون خودش رو در اعتراضات باز کنه، به اونها میدان عمل بیشتری در سیاست بده، و یا بخش از اپوزیسیون رو بیاره شرکت بده در زندگی سیاسی اجتماعی. اینها حرکات عادی، روال عادی نظام هایی هستن که ممکنه که دیکتاتوری استبدادی هم باشن، ولی بخشی یه نوعی حداقلی از عقلانیت درشون وجود داره. این عقلانیت در سیستم دیده نمیشه، به ویژه از بعد از اینکه روشن شده که گویا این کشوری که اصولا در شرایط جنگ هوایی، جنگ موشکی با کشور دیگری هست، حریم فضاییش رو برای سفرهای مسافرتی میبنده، هواپیمای مسافرتی دیگه اجازه نمیده. الان روشن شده که گویا از پروازهای مسافرتی به عنوان حریم دفاعی استفاده شده، که آمریکایی‌ها احتمالاً به این دلیل حملات موشکی به داخل ایران انجام ندن. خب اینها باز نشون میده که انتظارات مردم به علت فاش شدن این مسائل بیشتر هم شده، و الان در حقیقت یه نظامی که بخواد خودش رو حفظ کنه، دیرترین وقتی است که بفهمه فروپاشی سیاسیش آغاز شده، باید تغییراتی به وجود بیاره. ولی ما فعلا نشانی از این تحرکاتی که عقلانیت حداقلی نشون بده در نظام سیاسی ایران نمیبینیم.
آقای براتی، من این رو از مهمانهای دیگه هم پرسیدم، از شما هم میپرسم. گفته میشه که مسئولان سطح بالای نظام ایران اطلاع نداشتند تا روز جمعه از اینکه این هواپیما توسط موشک سپاه ساقط شده. چقدر فکر میکنید این ادعا قابل باور هست؟ نه خیر، این اصلا قابل باور نیست. من کافیه که ما الان اون چی که نوشته شده و گفته شده از طریق افرادی هم که متخصص نیستن، شناسایی هواپیماهای یک هواپیمای مسافری با طول و عرضی که داره و نشانی که داره با یک موشکی که احتمالاً به سوی ایران پرتاب شده و اینطور تشخیص داده، بود و عرض اینها اصلا با هم قابل مقایسه. روی هر صفحه راداری این مسئله قابل مشاهده است که اینطور است. این مسئله قابل باوری نیست. اینجا شایعات در این مورد بسیار فراوانه. من نمیخوام به این شایعات وارد این شایعات بشم، ولی به هر صورت فکر این که به هر صورت نوعی عمد در این کار وجود داشته، این رو نمیشه علامت سوال خیلی بزرگ جلوش گذاشت. نمیشه گفت فهمید که اشتباهی در دیدن دو پرواز غیر قابل مقایسه با هم پیش داده. من هم چیزی فکر نمی کنم، ولی خب همونطور که عرض کردم این مسئله ابعاد کارشناسی داره. کارشناسان به اندازه کافی اظهار نظر کردن و بعد فاجعه هم درست در همین زمینه هست که حدسیاتی که زده میشه، شایعاتی که به وجود آمده در این زمینه، که چه دلایل سیاسی ممکنه وجود داشته باشه، چه کسی با چه کسی میخواسته در اینجا یه تصفیه حساب بکنه، چه بخشی از نظام با چه بخش دیگری میخواسته تصفیه حساب بکنه و این کار انجام گرفته. اینا مسائلی هستن که در اجزا کارشناسا باید بهش جواب بدن. برصورت اصل ادعا که اشتباهی بوده از طرف من هم نمیتونه پذیرفته بشه. ممنونم از شما آقای براتی. مهران براتی، پژوهشگر و کارشناس روابط بین الملل از برلین آلمان با